به نام خدا. سرفصلی که امروز میخوایم با هم کار بکنیم یک سرفصل بسیار معروف به نام ساختار لوئیس یا مدل الکترون نقطه‌ایه. برخلاف تصور اکثر بچه ها، ساختار لوئیس اصلا سرفصل سختی نیست به هیچ عنوان. یعنی در حقیقت آقای لوئیس این ساختاری که حالا با هم خواهیم دید، یه قسمتیش که حالا توی دبیرستان هست و ما بررسی میکنیم، خواهیم دید که اصلا آقای لوئیس اینو مطرح کرده برای ساده شدن کار، نه برای سخت‌تر شدن کار، و واقعا هم ساده است. یعنی خیلی چیز پیچیده توش نداره. الان شروع میکنیم به گفتنش. البته این سرفصل ساختار لوئیس توی شیمی دهم به صورت چند قسمتی مطرح شده. یعنی یه قسمتش در فصل اول، یه قسمتش در فصل دومه. بعد مطالبش متاسفانه پراکنده است، نظم و نظام خاصی نداره. ما سعی میکنیم بر مبنای یک نظام بهتری اون چی که به ذهنمون میرسه رو برای ساختار لوئیس به شما بگیم. خب پس عنوانمون هست ساختار لوئیس یا مدل الکترون نقطه‌ای. همونجور که اسمش مشخصه، لوئیس که اسمی آدمه، همونجور که اسمش مشخصه الکترون نقطه‌ای، یعنی در این مدل الکترون‌ها رو با نقطه نشون میدن. خب من همین اول یک توضیح بگم و اون این که ما برای نشون دادن یک مولکول میتونیم از ساختارها و شکل‌های متفاوت استفاده کنیم. اون ساختارها کدوم هم؟ فرض بفرمایید که مثلا ما ساختار لوئیس داریم، دیگه چی داریم؟ غیر ساختار لوئیس ما یک فرمول ساختاری داریم. الان من یک کمی راجع به تفاوت اینها صحبت میکنم. دیگه چی داریم غیر از اینا؟ غیر ساختار لوئیس و فرمول ساختاری، مثلا ما مدل گلوله میله داریم، یا مثلا مدل نقطه خط داریم، یا به عنوان مثال مثلا مدل فضا پرکن داریم. حالا اینایی رو من می نویسم که توی دبیرستان آثارش وجود داره که الان حالا یه توضیح ریز کوچیکی راجع به بعضیاش خواهم داد. داریم بازم مثلا مدل خدچین گوه داریم که خب تو دبیرستان ما باش برخورد نمی کنیم. خب تفاوت‌های اینا در چه دقت بفرمایید؟ در ساختار لوئیس شما باید طبق حالا قوانینی که الان میگیم همه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی رو باید نشون بدید، همه رو. یعنی اگر شما بر فرض بخواید به عنوان چیز خیلی ساده مثلا بخواید HCl رو رسم بکنید، شما میگید این H، این که حالا نوع رسمش رو خواهم گفت، این مثلا HCl، این الان به عنوان یه مثال خیلی آسون میشه یک ساختار لوئیس یا مدل الکترون نقطه‌ای. من هم جفت الکترون پیوندی رو نشون دادم، هم جفت الکترون چی رو نشون دادم؟ جفت الکترون ناپیوندی رو نشون دادم. هر دو رو من نشون دادم. در ساختار لوئیس ما موظفیم این کار رو بکنیم، یعنی همه جفت الکترون پیوندی و ناپیوندی رو نشون بدیم. خب در حالی که در فرمول ساختاری شما باید جفت الکترون های پیوندی رو نشون بدید. حالا ما میتونیم مثلا جفت الکترون پیوندیمون رو با نقطه نشون بدیم، میتونیم با خط نشون بدیم. بنابراین در فرمول ساختاری شما دیگه جفت الکترون ناپیوندی رو نشون نمیدید. یه ذره بخوام جمع و جورتر راجبش حرف بزنم، در ساختار لوئیس همه جفت الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی باید نشون داده بشه، در حالی که در فرمول ساختاری فقط جفت الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی نباید نشون داده بشه. چیزی هم بین این دوتا وجود نداره. مثلا شما نمیتونید بگید بسیار خب من دوست دارم مثلا اینو این شکلی بکشم، اصلا هم چیز امکان پذیر نیست. یعنی غلطه، یا باید همش نشون داده بشه، بشه ساختار لوئیس، یا فقط پیوندی ها و ناپیوندی ها نباشه که بشه فرمول ساختاری. یا مثلا مدل نقطه خط که در شیمی 11 فصل اول تو ترکیبات عالی نشون میده که حالا اون نقطه ها نشان دهنده عرض کنم که اتم های کربونه و خط ها نشانه پیوند هیدروژن ها هم نشون نمیدن و عوامل رو نشون میدن، مثل اکسیژن، مثل نیتروژن، که حالا سر جای خودش در شیمی عالی راجبش حرف میزنیم. اینم یه مدله که باز
اگر که دقت کرده باشید یه همچین مثلا دیدید، این میشه یه مدل نقطه خط که این نقاط در حقیقت ابتدایی و انتهاییش میشن کربن ها و هیدروژن هاش هم نشون نمیدیم، عاملی هم مثلا اینجا نداره. حالا اگه عاملی داشت مثلا عامل اون وسط قرار داده بودیم یا در انتهای خط، فرق نداره. این میشه مدل نقطه خطمون. در مدل گلوله میله و مدل فضا پر کن، شما در گلوله میله مثلا هر کدوم از اتم ها رو شما با یک گلوله ای نشون میدید که این گلوله ها با میله هایی به هم وصله، اون میله ها هم پیوند ها رو نشون میده. پس گلوله ها نماینده هایی هستن از اتم ها و میله ها نشانه پیوند ها هستن. دقت میفرمایید؟ و در مدل فضا پر کن تفاوتش با گلوله میله اینه که شما اینجا اون میله های پیوند رو ندارید، درسته؟ میله های پیوندشون داده نمیشه و این اتم ها به طور مستقیم به هم وصل میشن که آره کنار کتاب هم تو دهم هم جاهای دیگه نشون داده شده. بسیار خوب، این پس تفاوت بین این روش های نشان دادن مولکول ها. خب حالا اگر بخوایم راجع به ساختار لوئیس صحبت بکنیم که درسمون ساختار لوئیسه، دقت بفرمایید. من میام و مولکول ها رو، ترکیب ها رو به دو دسته تقسیم میکنم. پس مولکول ها به دو دسته تقسیم میشن، دقت میفرمایید؟ پس الان موضوعمون ساختار لوئیسه خب، و مولکول ها یا ترکیبات به دو دسته تقسیم خواهند شد، ترکیبات دوتایی و ترکیبات بگیم چندتایی. منظورمون از دوتایی چیه؟ منظور از ترکیب دوتایی چیه؟ چون ما یه دونه دوتایی و نمیدونم ستایی و اینا هم داشتیم، اون منظورمون از اون دوتایی و ستایی در بخش عرض کنم که فرمول نویسی اگر یادتون باشه به دوتایی میگفتیم دو نوع اتم داره، ستایی رو میگفتیم سه نوع اتم داره. در اینجا با نوع کاری نداریم، منظورمون از ترکیب دوتایی ترکیبی که دو عدد اتم دارد میشه ترکیب دوتایی، مثلا N2، مثلا H2، مثلا HCl و حالا هر چیز دیگه شبیه به اینا. اینا میشن دوتایی، دو تا دونه اتم دارن. و ترکیبای چندتایی بیش از دو عدد اتم، اینا بیشتر از دو تا عدد اتم دارن. حالا هر چی که دوست دارید میتونید مثلا مثال بزنیم، بگیم H2، بگیم H2SO4، بگیم HCN، بگیم چه میدونم NA2SO4، هر چی که بیش از دو عدد اتم داره. این یه تقسیم بندی. پس اینجا تعداد ملاکه، اینجا ما با نوع کاری نداریم، با تعداد کار داریم. بسیار خوب، الان میریم سراغ قسمت اول، یعنی رسم ساختار لوئیس ترکیبات دوتایی. پس قسمت اول ترکیبات چی؟ دوتایی، که یعنی دو عدد اتم دارن. خب تو ترکیبای دوتایی شما چی کار میکنید؟ خیلی ساده، دقت. مثلا همین HCl رو به اون بده برفرض، حالا هر چی دیگه میتونید مثال بزنید. شما میایید دوتاش رو از هم جدا میکنید، میایید دو قسمت رو از هم جدا میکنید، H و Cl، دوتا اتم رو از هم جدا کنید، تک تک ساختار هر کدام رو رسم کنید، ساختار لوئیسش رو. شما میگید H. برای رسم ساختار لوئیس چه میکنید؟ دقت بفرمایید، ما نماد عنصر رو مینویسیم، میذاریم وسط. دور این نماد 4 فضای خالی وجود داره، چپ، راست، پایین، بالا، 4 فضای خالی. این 4 فضای خالی اون 4 قسمتی است که شما میاید و الکترون های لایه ظرفیتش رو قرار میدید. پس من 4 فضا در اطراف نماد عنصر دارم، پایین، بالا، چپ، راست، که در این 4 فضا چیکار میکنم؟ الکترون های لایه ظرفیتش رو با نقطه نشون میدم. این که چرا 4 حالا توضیح خواهم داد. این که چجوری باید تشخیصش بدیم اینم توضیح میدم. دقت بفرمایید. خب بیاید لایه ظرفیت عنصر رو رسم کنید، لایه ظرفیت شو فقط. الان مثلا برفرض خب هیدروژن که اصلا مشکلی باش نداریم، میشود 1S1، این لایه خودش هستن، هم یه دونه هم داره. خب من
یه دونه نقطه میذارم هر سمتی که دوست دارید، چپ راست بالا هر سمتی دوست دارید، به خاطر اینکه این اتم در حقیقت در فضا در حال چرخش، فرقی نداره چپ و راست و بالا و پایین، براش معنایی نداره. اینو هم رنگ خودش بذارم که بهتر میشه. خیلی خوب، در مورد کلور هم لایه ظرفیتش چی میشه؟ خب کلور عدد میتونه عدد اتمش داشته باشیم دیگه، میشه 17، این حالا هرچی که هست میشه 3 2 3π5. چند تا الکترون داریم در لایه ظرفیتمون؟ 7 الکترون. کاری که انجام میدید اینه، به هر کدوم از 4 سمتش یک یه دونه تک الکترون میدیم، به از هر سمتی دوست دارید، به هر جهتی که دوست دارید، به هر کدوم از 4 تا فضا یک یه دونه تک الکترون، این 1 2 3 4. و بعد اگر الکترون بیشتری در لایه ظرفیتش موجود بود، باز از هر سمت دلخواه، از هر سمت دلخواه شروع میکنیم این فضاها رو، الکترونهای تکش رو جفت میکنیم. یعنی الان مثلا از این میگم این 1 2 3، الان شد 7 الکترون. پس این الان 7 الکترون لایه ظرفیت داره، اون یه دونه داره. البته دقت بفرمایید، ما ساختار لوئیس عناصر اصلی رو رسم میکنیم، اصلا کاری با واسطه ها نداریم، کاری با عناصر فرعیمون نداریم، با فلزات واسطه‌مون، فقط ساختار لوئیس عناصر اصلی رو رسم می‌کنیم. در مورد عناصر اصلی لایه ظرفیتشون یکان شماره گروهشونه. یعنی مثلا گروه 17 لایه ظرفیتش 7 الکترون داره، گروه 16 6 الکترون داره، 15 5 تا داره. پس به جای اینکه اینو رسم کنیم، این البته مشکلی نداره، میتونیم عدد اتمی رو داشته باشیم، بیایم به آرایش الکترونش رو رسم کنیم و الکترون لایه ظرفیتش رو بشماریم، هیچ مشکلی هم نداره. ولی برای کار سریعتر میتونیم بگیم شماره گروهش رو داشته باشیم، یکان شماره گروهش میشه لایه، مثلا 13 میشه 3 تا، 14 میشه 4 تا، 17 میشه 7 تا. بسیار خوب، الکترون های تک رو به هم وصل کنید یا با نقطه یا با خط. دقت، این هاش، این هم چی میشه؟ CL. حالا میتونید اینا رو با یه دونه خط به هم وصل کنید، بر فرض مثلا بگیم هاش یک خط و این هم مثلا چی؟ CL. هر دو درسته، هر دو صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره. حالا این دوتا میتونن با پیوند یکگانه به هم وصل بشن، میتونن پیوند دوگانه به هم وصل بشن، میتونن پیوند سگانه به هم وصل بشن. مثلا شما اگه بخواید O2 رو رسم کنید، باز دوباره دوتا، دقت بفرمایید، O8 O8، دقت، او چه شکلی میشه؟ او هر اتمش به این صورت 1 2. چند تا الکترون در لایه ظرفیتش داره؟ 6 الکترون در لایه ظرفیتش ما داریم، درسته؟ 6 تا الکترون داره. از کجا فهمیدیم؟ حالا یا رسمش کنیم، او میشه 8، بیام رسمش کنیم، یا اینکه خب گروه 16 است خیلی مشهوره، یعنی 6 تا، 1 2 3 4 مثلا 5 و 6. این یکی اکسیژن هم میتونید بگید، این اکسیژن 1 2 3 4 5، عرض کنم که و 6، اینا این شکلی بکشیم. این دو تا تک داره و این هم دو تا تک داره، دو تا تک با هم وصل میشن و یک پیوند عرض کنم که دوگانه به شما خواهد داد، به این صورت که ملاحظه میکنید این اکسیژن، اینم یک پیوند چی؟ دوگانه، و اینم اکسیژن. همینطور برای مثلا نیتروژن N2 میخوام یه بار یگانه ببینید، یک بار دوگانه، و یک بار هم پیوند سگانه رو با هم دیگه ببینیم که باز N7 رسمش که بکنید به این صورت، به این صورت، اون سه تا تک ها میاد به هم وصل میشه، پیوند سگانه بهتون میده، این میشود N سگانه N. این هم در مورد نیتروژن. و حالا تو قسمت بعدی، یعنی تو تخته بعدیمون، این ترکیب دوتاییمون تمومه، ما چه دیگه راجع به ترکیب دوتایی مطلبی نداریم، همش همین شکلی است. تو ترکیبای ستایی خواهید دید که چیکار میکنیم و اتم مرکزی تعیین میکنیم و کارهای بعدی. حالا تخته رو پاک کنیم بریم برای قسمت بعدی. خب تو قسمت دوم، تخت قبل براتون نوشتم که ترکیبای دوتایی و چندتایی داریم، دوتایی رو بررسی کردیم، بیایم در ترکیبات چندتایی. پس الان موضوعمون ساختار لوئیس ترکیبات چندتایی. خب
من به عنوان اولین مثال در مورد ترکیبات چندتایی و مثالی که خواهید دید خیلی ازش مطالب مختلفی بیرون میاد و استفاده میکنیم، میایم سراغ رسم اسید اکسیژندار. خب اولا تعریف اسید فعلا همونیه که خوندید و گفتم بهتون، ترکیبی که در سمت چپش هیدروژنه، اینو قبلا گفتم تو جلد صفرمون هست. باز تاکید کنیم که این تعریف تعریف خیلی ساده و فعلا دم دستیه، تعریف دقیق ترش در فصل 1-12. خب اسمش هم روشه دیگه، اسید و اکسیژن داره. مثال مثل چی؟ مثلا H2SO4. مثل چی؟ مثل HNO3، HCLO3، همه اینها اسید اکسیژن داره. خب ما چجوری اسید اکسیژن داره رو رسم میکنیم؟ مراحلمون چیه؟ مراحلمون به ترتیب ایناست: 1. تعیین اتم مرکزی. 2. یعنی گام اول تعیین اتم مرکزی است، بعد اتم مرکزی رو تعیین کنیم. 2. رسم اتم مرکزی. 3. اول تعیین، بعد رسم. 3. به تعداد ظرفیت اسید به اتم مرکزی OH وصل کنید. 4. اکسیژن های اضافی رو با پیوند دوگانه و اگر ممکن نبود با پیوند داتیو به اتم مرکزی متصل کنید. خب این مراحلیه که دونه دونه باید طی بکنیم برای رسمش. خب بریم سراغ اولی، اتم مرکزی چیست؟ به چه اتمی میگن مرکزی؟ خب اتم مرکزی تعریفای حالا مختلفی روش هست. اتمی که تعدادش در مولکول کمتره، اتمی که تعداد آن در مولکول کمتره بهش میگن اتم مرکزی. مثلا الان در خب H2SO4 میشه S، تعدادش کمتر، اما در HNO3 میشه N. اینو از کجا بدونیم؟ هیدروژن اتم مرکزی قرار نمیگیرد، این یک. پس اتمی که تعدادش در مولکول کمتره هیدروژن اتم مرکزی قرار نمیگیره، این یه مطلب. خب اگر ما جایی داشتیم که چند تا اتم مثلا همشون یکی بودن، اونجا چیکار کنیم؟ مثلا بر فرض به عنوان مثال این اکسیژن دار نیست، ولی خب تعیین اتم مرکزی کنیم، HCN اتم مرکزیش کیه؟ خب هاش که اتم مرکزی نمیتواند باشه، قبول، میذاریمش کنار. بین C و N کدام یک اتم مرکزی است؟ حالا میتونیم بگیم اونی که سمت چپ قرار گرفته، ولی دقیق تر و علمی ترش بگیم که اگر تعداد برابر باشه، هر دو یک باشن، اتمی مرکزی است که الکترون نگاتیوی کمتری داشته باشد. یه اصطلاحی الان ایجاد کردیم به نام چی؟ الکترو نگاتیوی، که حالا بعدن راجبش تو قسمت پیوندها مفصل توضیح خواهم داد. پس اتم مرکزی میشه اونی که تعدادش کمتره، هیدروژن اتم مرکزی قرار نمیگیره، و اگر تعدادها برابر بود، مثلا ما مثل HCN 2-1 داشتیم، اونی که چیه؟ الکترونگاتیوی کمتری دارد. خب آیا ما جایی داریم که مثلا دو تا اتم مرکزی داشته باشیم؟ بله، حالا مربوط به ترکیبات پیچیده تر و ترکیبات عالیه که حالا ما کاری خیلی باهاش نخواهیم داشت. بسیار خب، من اتم مرکزی رو تعیین کردم، شد S. حالا اتم مرکزی رو من رسمش میکنم. بسیار خوب، تعیین S و بعد رسمش. S گروه چنده؟ گروه 16. نه، عدد اتمیش رو به ما میدن، 16 است. رسمش میکنیم، به دست میاد. گروه 16 است، یعنی من 6 تا الکترون ظرفیت خواهم داشت. بسیار خوب، این 6 تاش، این اتم مرکزیش. در قسمت سوم میگه به تعداد ظرفیت اسید به اتم مرکزی OH وصل کنید. نگاه کنید OH چیه؟ اکسیژن خودش گروه چنده؟
گروه 16 است. اکسیژن خودش سرگروه گروه 16 است. پس بنابراین اکسیژن این شکلی خودش دو تا تک داره این اکسیژنمون. خب اوهاش چه شکلیه؟ چه دو تا چیزو باید جواب بدیم. این اوهاش بفرمایید. پس اوهاش یه تک داره. یه الکترون تک روی اکسیژن اوهاش وجود داره. ظرفیت اسید چیه؟ دقت بفرمایید. تعداد هاشش. ظرفیت اسید میشه تعداد هاش. اوهاش هم که ملاحظه میفرمایید اکسیژن وسط یه دونه هاش بهش وصله، یه دونه هم در حقیقت نقطه نیست تا کسی اشتباه نکنه. خواستم این تک الکترون رو نشون بدم روی این. بسیار خوب. الان در هاش 2SO4 ظرفیت اسید چنده؟ ظرفیت اسید من 2. پس من دو تا اوهاش باید به اتم مرکزی وصل کنم. هر اوهاش یه تک داره، تکش رو میاد به تک اتم مرکزی متصل میکنه. بسیار خوب. پس این میشود این چنین. این اوهاش، اینم یه اوهاش. پس دو تا اوهاش، چون هاش 2SO4 بود، من اومدم دو تا هاش رو به اتم مرکزی، دو تا اوهاش رو وصل کردم. خب الان در قسمت بعد میگه اکسیژن های اضافی رو با پیوند رو دکنه. بسیار خوب. این اکسیژن، اکسیژن مگه این شکلی نیست؟ اکسیژن دارای دو تا تکه، ولی گوگرد اس دیگه تکی روی اتمش وجود نداره. یعنی اکسیژن به این صورت امکان اتصال به گوگرد رو نداره. تکرار میکنم، اکسیژن دارای دو الکترون تکه، گوگرد دیگه الکترون تکی، اس دیگه الکترون تکی روش دیده نمیشه. پس اکسیژن به این صورت امکان اتصال به گوگرد رو نداره. چه اتفاقی پیش میاد؟ دقت بفرمایید ببینیم چی میشه. اتفاقی که میفته اینه، اکسیژن میاد این یه دونه تک الکترونش رو اینجا ور میداره و میاره میذاره اینجا. به عبارتی اکسیژن این شکلی میشه، دقت، و اینجا یک فضای خالی ایجاد میکنه. پس اتفاقی که میفته اینه که اکسیژن میاد تک الکترون هاشو میچینه کنار هم، از یکی از اون فضاهای تک ور میداره میذاره کنار اون یکی فضای تکی که وجود داره. پس میشه یه جفت و یک فضای خالی. شما الان دارای یک فضای خالی هستید. بسیار خوب. الان اکسیژن دارای فضای خالی است، یک فضای خالی داره، و گوگرد هم دارای جفت الکترون. پیوندی تشکیل میشود به نام پیوند داتیو، که حالا من داتیو رو با فلش نشون میدم، میتونی با یه خط نشونش بدی، فرقی نداره. من یک داتیو تشکیل میدم. پس اینجا یادداشت میکنم پیوند چی؟ داتیو یا پیوند، عرض کنم که کوردیناسی. خیلی خوب، پیوند داتیو. پیوند داتیو چجوری پس تشکیل شد؟ یکی از دو طرف پیوند جفت الکترون و دیگری فضای خالی به اشتراک میگذارند. پس ببینید در پیوند کووالانسی شرط چی بود؟ کووالانسی یا اشتراکی دیگه. اصلا کووالانس، حالا بعدا توضیح میگیم تو قسمت پیوندها، کووالانس معنیش اسمشوشه دیگه. والانس یعنی ظرفیت، کو هم یعنی هم، یعنی هم ظرفیت بودن. کووالانسی یعنی میان اشتراک میکنن با هم. بسیار خوب. در این پیوند اشتراکی تو کووالانسی، یا هر کدوم از طرفین پیوند، هر کدوم از اتم ها یکی یه دونه الکترون میارن، خب میشه کووالانسی یگانه. دو تا میارن میشه دوگانه، سه تا میارن، حالا جاش سر جاش توضیح میدیم. اما یک پیوند، عرض کنم که دیگری از نوع کووالانسی هم هست، این پیوند جدیدی نیست آقا، نوع در حقیقت یک نوع خاصی از پیوند کووالانسیه. در این اشتراک یکی از دو طرف، یکی از دو اتم میاد جفت الکترون میاره و طرف دیگه فضای خالی. این فضای خالی و جفت الکترون رو چیکار میکنن؟ با هم به اشتراک میذارن. درسته؟
که بهش میگن پیوند داتیو. گفتم میتونید با یک فلش نشون بدید یا با یک خط نشون بدید، تفاوتی ندارد. خیلی خوب، پس چون در ضمن اینو بدونید، به این فرایند میگن جمع شدگی، به این فرایند میگن جمع شدگی. جمع شدگی یعنی انتقال یک الکترون، درسته، از یک فضای تک الکترونی به یک فضای تک الکترونی دیگه، به صورتی که حاصلش یک فضای پر و یک فضای خالی باشه که یکی ازش میتونه پیوند داتیو تشکیل بده، درسته؟ حالا داتیو و مثلا پیوند کووالانسی کوردینانسی هم میگن و اینها که کاری نداره. خب چند تا من الان بعد اکسیژن وضع کنم؟ H2SO4. من دو تا اکسیژن ها رو تو OH وضع کردم، دو تا دیگه باید وضع کنم، یکی دیگه وضع کردم با داتیو، یکی دیگه هم باید متصل کنم. پس میشود چی؟ اینم یکی دیگه H2SO4. پس دو تا اکسیژنی که اومد به S وضع شد دارای چی شد؟ جمع شدگی اتفاق افتاد. جلوتر شاید این تعریف رو انجام دادیم، جلوتر فرایندهای جمع شدگی و برانگیختگی رو شاید در مدل‌های اوربیتالی توضیح دادیم، یک کمی واضح‌تر میشه. اوربیتال در کتاب تعریفش در کتاب دهم هست ولی اسمش نیست. اون تعریف هم اینه دیگه که چی؟ فضایی در اطراف هسته که امکان حضور الکترون بیشتره. حالا اینکه چرا این رو الان دارم میگم، چون بعداً میخوایم از این اگر بشه یک کمی استفاده کنیم، یک کمی توسعه بدیم این حرفو، که جمع شدگی برانگیختگی برای ساختار لوئیس خیلی بتونیم درک بهتری از این ماجرا داشته باشیم. عرض کنم به حضور شما، بسیار خوب، مثلا من میخوام HNO3 رو طبق همین رسم کنم، یه رسم دیگه با هم انجام بدیم. HNO3 رو همینجوری میخوام رسمش کنم. اتم مرکزی که خب میشه نیتروژن، بله درسته، اتم مرکزی نیتروژن، این نیتروژن هم. نیتروژن گروه 15 است، یعنی 5 تا الکترون دورش داره. بسیار خوب، این هم 5 تا اون. حالا هر جای دوست دارید میتونید اون جفت و تک ها رو بگذارید، باید سه تا تک داشته باشه یه جفت. خب به تعداد ظرفیت اسید باید به اتم مرکزی اوهاش وز کنید. بسیار خوب، ظرفیت اسید من چند تاست؟ یه دونه، چون من یه دونه هاش دارم. عالی، پس یه دونه اوهاش رو میام وصف میکنم. بسیار خوب، این یه دونه اوهاش. به هر کدوم اینه میتونید، حالا اون این یه دونه اوهاش رو برکنید، دوستاش میتونید اضافه کنید. دو تا اکسیژن دیگه باید بیاد متصل بشه. بسیار خوب، الان نیتروژن هنوز دو تا الکترون چی داره؟ تک داره. پس اکسیژن اولی که میاد میتونه با یک پیوند دوگانه متصل بشه. دقت بفرمایید، اینجا دیگه اکسیژن اولی شرایط برای تشکیل پیوند کووالانسی دوگانه رو با نیتروژن داره. نیتروژن دو تا تک داره، اینم دو تا تک داره، اینا هم وصل میشن و یک پیوند دوگانه میسازن. حالا سومین اکسیژنی که میخواد بیاد متصل بشه همین اتفاق براش میفته. این اکسیژن سوم دو تا تک داره، در حالی که این تک اصلا نداره. پس دوباره اکسیژن دوچار جمع شدگی میشه، میاد با نیتروژن چی بهتون میده؟ پیوند، عرض کنم که داتیو. این میشود HNO3، درست؟ خب حالا تو قسمت بعدی یک کمی میخوایم پیش بریم در داخلش، صحبت‌های دیگه رو مطرح بکنیم، تخته رو پاک میکنیم، قسمت بعدی رو انجام میدیم ایشالا. ادامه بحث ساختار لوئیسمون، ما 4 تا عنوان دیگر رو باید با هم بررسی کنیم، حالا هر چقدر که بتونیم الان انجام میدیم. اون سرفصلایی که نیاز داریم، یکی آنیون کاتیون ها رو رسم کنیم، یک سرفصل خاصی برای رسم ساختار کربن مونوکسید که مثال کتاب داریم، اکسیدهای نیتروژن یا نیتروژندارها، و یک بحثی به عنوان خارج از اوکتت. بسیار خوب، من شروع میکنم با اون رسم ساختار کربن مونوکسید که دقیقاً یک مثال در کتابه، که البته متاسفانه مثال در کتاب وجود داره ولی راهی برای انجامش در کتاب گفته نشده. بسیار خوب، ببینید در کربن مونوکسید که یک ترکیب دوتایی، چون حالت خاص داره جداش کردیم،
کربن به این صورت کشیده میشه، دقت بفرمایید، کربن به این صورت کشیده میشه، یعنی برخلاف آن چیزی که ما تصور میکنیم کربن این شکلی نیست، یعنی چهار تا تک نداره، یک جفت و دو تا تک داره که حالا یک کمی راجع به این در ادامهش من توضیح میدم. بسیار خوب، الان پس کربن در کربن مونوکسید به صورت یک جفت و دو تا تک، در حالی که در بقیه ترکیب ها به صورت چهار تا تک رسم میشه. اصلا یادتون باشه صحبتمون سر همین بود که بیایم در اطراف چهار تا تک بذاریم و بعد اگر بیشتر بود بیایم اون تکا رو جفت کنیم، در که اینجا میگیم کربن این شکلیه. بنابراین کربن مونوکسید در گام اول یه همچین تصویری ازش میتونید شما داشته باشید، این اکسیژن درسته و اینم کربناتون. خب یک پیوند دوگانه دادند و این اتفاق براش افتاده. حالا یک سوال، آیا کربن مونوکسید در این حد تمام میشه؟ خیر، دقت بفرمایید، به دلیل کوچک بودن مولکول و اینکه اتم ها بسیار به هم چیان نزدیکن، اتم ها خیلی به هم نزدیکن، از اون سمت اتم های کوچک، مولکول کوچک، اتم ها بسیار به هم نزدیک، اکسیژن جفت الکترون داره ناپیوندی و کربن همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید یک فضای چی داره؟ یک فضای خالی داره. پس مولکول خیلی کوچیکه، اتم‌ها فشرده و هم نزدیک و اکسیژن جفت الکترون دارد ناپیوندی و کربن هم یک فضای خالی داره. بسیار خوب، یک پیوند داتیو شکل خواهد گرفت بین جفت الکترون ناپیوندی اکسیژن و فضای خالی کربن، یک پیوند داتیو. بنابراین اینو به صورت یک پیوند سگانه و به این صورت نشونش میدن که این گانه سوم پیوند، اون آخریه، یک پیوند داتیو، دقت میکنید، و البته پیوند محکمی هم نیست. درست شد؟ حالا مثلا بگیم این یا اون یا اون، نمیخوام بگیم کدومش، ولی به هر حال یکی از این سه پیوند پیوند محکمی نیست و در اثر فرایندها به راحتی میشکنه، واکنش پذیره و اصلا علت خطرناک بودن گاز CO هم همینه، یعنی به خاطر اینکه این پیونده پیوند لقیه و به راحتی قابل شکستنه، پس این واکنش پذیره. چون واکنش پذیره، میدونید خیلی واکنش پذیری بالایی داره، پس میتونه جایگزین اکسیژن مثلا توی خون بشه و جذب بشه و حرکت بکنه و خدای نکرده باعث مثلا مرگ و اینها بشه. این که میگن آلاینده خطرناکه به خاطر اینه. خب پس اگر از ما پرسیدن که کربن مونوکسید یه پیوند سگانه داره، میگیم بله، که یه پیوند دوگانه است و این گانه سومش یک پیوند داتیوه. داتیوه چجوری شکل میگیره؟ دارم از پایین میرم به بالا. داتیوه چجوری شکل میگیره؟ اکسیژن دارای جفت الکترون ناپیوندی است و کربن یک فضای خالی داره. فضای خالی کربن از کجا اومده؟ کربن در کربن مونوکسید به این صورت رسم میشه، یعنی یه جفت داره و دو تا تک. خب میخوایم یک کمی راجع به این توضیح بدم که این چه اتفاقی افتاده. ببینید، اگر شما کربن رو رسم کنید، C6، خود کربن رو، آرایش الکترونیش خواهد شد 1s2 2s2 2p2. خب ببینید، اون چیزی که آرایش الکترونی به شما نشون میده اینه که زیر لایه S‌تون پره و زیر لایه P‌تون ناقصه. پس S پر، دوتا داره دیگه گنجایشش، و P همچی ناقص. بنابراین به نظر میرسه که باید این شکلی باشه، یعنی یه دونه پر که S نماینده از S، اون هم میتونه مال P باشه. چرا این شکلی رسم میشه؟ تکرار میکنم، 1s2 2s2 2p2. به نظر میرسه که زیر لایه S‌مون پره و زیر لایه P‌مون خب ناقصه و درستم هست. پس من باید یه جفت داشته باشم که کنار هم تو S هم دیگه، حالا تو P هم یه اتفاقاتی افتاده، یعنی باید این چنین باشه. پس چرا ما اینو این شکلی میکشیم؟ چرا اینجوری این کشیده میشه؟
یک توضیح راجع به مدل اوربیتالی. میخوام خیلی سریع راجع به یه مطلبی بگم که گفتم راجع به اوربیتال در کتاب اسمشو نگفته ولی تعریف کرده. فضایی در اطراف هسته که احتمال حضور الکترون در آن بیشتر است، اسمش اوربیتاله. پس یادداشت میکنم اوربیتال چیه؟ پس اوربیتال فضایی در اطراف هسته که احتمال حضور، یک کمی توضیح میدم، الکترون در آن بیشتر است. ببینید مدل های اتمی که ارائه شده، حالا مدل آقای رادرفورد، بعد مدل بور، بعد از اونجا در حقیقت مفهوم کوانتوم شکل میگیره و اینکه لایه داریم و بعد زیر لایه داریم، زیر لایه S داریم، نمیدونم P داریم، یه اصلی ایجاد میشه به نام اصل عدم قطعیت آقای هایزنبرگ که میگه اصلا قطعیتی وجود نداره، من نمیتونم یه خط رو نشون بدم و بگم تو این خط الکترون هست یا تو این فضا الکترون هست، احتمال حضور الکترون بالاست، که الان نمیخوام راجعش بحث کنیم. احتمال حضور الکترون در یه فضا بیشتره، صحبت بر سر احتمال حضوره، یعنی در اطراف هسته یه جاهایی وجود دارن که اونجا احتمال خیلی زیادی الکترون وجود داره ولی 100% نیست. حالا خیلی سادهش اینه که الکترون سرعتش بسیار بالاست، چون با سرعت بسیار بالایی حرکت میکنه، قابل رصد کردن و دیده شدن نیست، آثارش رو میتونید ببینید. این آثار به شما میتونه نشون بده که اینجا احتمالاً حضور داشته. حالا مباحث پیچیده ای داره. به هر حال میگن در اطراف هسته فضایی که احتمالاً درش حضور بیشتره، اسمشو بهش میگن اوربیتال. درست شد؟ خب حالا در لایه، در زیر لایه S یه دقتی بفرمایید، در زیر لایه S من یک اوربیتال دارم. یعنی چی؟ یعنی یک فضا وجود داره که احتمال حضور درش بیشتره. پس یک فضا در S وجود داره، در زیر لایه S، که احتمال حضور درش بیشتره. در زیر لایه P من سه تا اوربیتال دارم. یعنی چی؟ سه تا فضا وجود داره که احتمال حضور درش بیشتره. در زیر لایه پی، در زیر لایه پی باید بنویسیم، پی، پیشو بنویسم، در زیر لایه دی من 5 تا اوربیتال دارم، 5 تا فضا دارم که احتمال حضور درش بیشتره. در این زیر لایه که خوندیم اف، من 7 تا اوربیتال دارم، یعنی 7 فضا وجود داره که احتمال حضور درش بیشتره. خب پس زیر لایه استون یک فضای احتمالی، پیتون سه فضای احتمالی، دیتون 5 فضای احتمالی، اف 7 فضای احتمالی. خب از اینجا یک چیزی مشخص میشه که اوربیتال حد اکثر 2 الکترون داره. اینجا معلوم میشه کامل، چون S دارای یک اوربیتاله، پس یعنی 2 تا الکترون در هر اوربیتال حد اکثر جا میشه. P 6 تاست، 3 تا 2 تاست، D 5 تاست، 5 تا 2 تاست، F 7 تا، 7 تا 2 تا میشه 14 تا. دقت، هر اوربیتال رو با یک مربع نشون میدیم، حالا با یک دایره بعضی جاها، و الکترون رو با فلش. من میخوام اینجا این کار رو انجام بدم برای همین، یعنی بگم یک استو، دو استو، دو پی دو، کربن 6، برای کربن نشون بدم. خب این یک اوربیتال دارد، یعنی یه مربع، دوباره دو اس یه اوربیتال، یه مربع، پی چند تا داره؟ سه تا، این سه تا مربع. دقت، الکترون ها رو با فلش نشون میدیم، یکی از فلش ها به سمت بالا و دیگری به سمت پایین. این الکترون ها به صورت فلش های بالا و پایین نشون میدیم که حالا بر طبق یک اصلی است به نام اصل طرد پاولی. حالا این رو جهت اطلاع بهتون میگم، اصل طرد پاولی، که اینها الکترون ها خلاف جهت هم حرکت میکنن. یک توضیح داخل پرانتز میدم، نمیخوام خیلی راجع بهش حرف بزنم، یه توضیح داخل پرانتز میدم برای کسایی که دوست دارن. ببینید الکترون در یک فضا در کنار هم قرار گرفتن، هر دو دارای بار منفی هن. آیا دو تا بار منفی در یک فضا کنار هم میتونن قرار بگیرن؟ خیر، همدیگر رو دفع میکنن.
چون جفتشون منفی هن. چه اتفاقی افتاده که دو الکترون در کنار هم قرار گرفتن و همدیگر رو دفع نمی کنن؟ حتما یک نیروی جاذبه‌ای وجود داشته که اون جاذبه اون دافعه رو خونسا کرده، که اون جاذبه رو بهش میگن جاذبه الکترو استاتیک، یعنی وقتی میستن جفتشون بار منفی دارن از هم فرار میکنن، ولی چون جهت حرکتشون متفاوته میدان مغناطیسیشون متفاوته همه. حالا نمیگم بس خیلی مفصله. پس میدان مغناطیسی، چون میدانهاشون متفاوته، جهت میدانهاشون معکوسه، یعنی ان و اسشون روبرو هم دیگه است. نیرو جاذبه میشه جاذبه الکترومغناطیس، درست شد؟ پس اینی که بالا و پایین میکشن جهت حرکتهاشون متفاوته. ام اس هست مثبت یه دوم منای دوم، کاری باش نداریم. پس ما الکترون ها رو با فلش نشون میدیم، اولی رو با یک فلش به سمت بالا، دومی رو با یک فلش به سمت پایین، جهت حرکتاشون متفاوته. خب این هم باز همینطور، اینم دوتا به این صورت. حالا میتونید فلشتون دوتا پره داشته باشه، نه مثلا اگه فرق نداره، فلش دیگه قرار داده. خب اما در مورد دو پی، اینجا میخوام وارد یه چیزی بشیم. در مورد دو پی، آیا من دوتا پی رو باید این شکلی بگذارم؟ خیر، دو تا پی رو این شکلی میذارم، یک یک. این چیه؟ اینو بهش میگن اصل هوند. اصل هوند چی میگه؟ اصل هوند به شما میگه که این تیکه که الان دارم توضیح میدم از بخش اوربیتال تا اینجا کاملا از کتابتون خارجه، خب، ولی درک کاملی به شما خواهد داد راجع به این که بفهمید که اصلا مفاهیم اینا بعد تو ساختار لوئیس، ظرفیت ها، الان مثال میزنم میبینید که چجوری اینا درست شده، چجوری اینا راجبش حرف میزنن. اصلی دارید به نام اصل هوند. اصل هوند چی میگه؟ میگه در اوربیتال های همتراز یا یک زیرلایه، در اوربیتال های سایه‌ترش یک زیرلایه، مثلا اوربیتال های پی که 3 تا هن، دی که 5 تا هن، اف که 7 تا هن، اول هر کدوم یک الکترون میگیره، اول یکی یک الکترون میگیرن. مثلا اگر شما داشته باش برفرض داشته باشه دو پی سه، میشه دو پی سه، برفرض اشتر دیگه است دیگه، اون وقت یعنی هر کدوم یکی یه تک. حالا اگه من به جای مثلا این دو پی سه یه چیز دیگه داشته باشم، دو پی چهار، اول یکی یه دونه میدم بعد یکی اضافه میکنم، این میشه دو پی چهار. این اصل هونده. در اوربیتال های همتراز یا یک زیرلایه، اول در هر کدام یک الکترون قرار میگیره در هر اوربیتال، و بعد الکترون های اضافی مجددن این چکار میکنن؟ اوربیتال ها رو پر میکنن. بسیار خب، پس این به این صورت. خب دقت بفرمید، الان شما دو تا اوربیتال تک دارید، دو اوربیتال تک دارید، بنابراین الان ظرفیت دو دارید. این ظرفیت، ظرفیت چیه؟ ظرفیت دوی کربن رو به شما نشون میده. ظرفیت چهار از کجا ایجاد میشه؟ اصلی به نام برانگیختگی. این از اینجا بلند میشه، میاد میره میشینه اینجا. الان چند تا شد؟ چهار تا تک. برانگیختگی چیه؟ اینجا یادداشت میکنم، خوب دقت کنید، مشکیه بهتر مینویسه. مینویسم چی؟ برانگیختگی. اصل برانگیختگی، انتقال الکترون، دقت بفرمایید، در یک لایه ها، از یک اوربیتال پر به یک اوربیتال چی؟ خالی. الان مشخص میشه، به صورتی که حاصل آن دو اوربیتال چی باشه؟ نیمه پر باشد. کمی توضیح، کمی توضیح. ببینید، اولا انتقال الکترون در یک لایه، شما برانگیختگی شنیدی، یک برانگیختگی دیدی، متهم برانگیختگی مال زمانی است که شما انرژی میدی، مثلا از n2 میره به n3 میره به n5 میره به n6، اون یه برانگیختگی. این برانگیختگی یعنی انتقال الکترون بین زیرلایه‌ها توی یه لایه، تو بین یک لایه فقط این امکان جابجایی وجود داره.
از یک اوربیتال پر به یک اوربیتال خالی، از یک فضای پر به یک به صورتی که حاصلش دو تا فضای نیمه پر باشه. این میشه اصل برانگیختگی. حالا کربن ظرفیت 4ش هم داره به شما نشون میده. پس به عبارتی الان میتونیم بگیم کربن در همه ترکیباتش، این که این شکلی می‌نویسید برای اینه، کربن در همه ترکیباتش برانگیخته میشه. کربن در کربن مونوکسید برانگیخته نمیشه. دقت بفرمایید، کربن در کربن، این به جای اینکه بگیم آقا این دوتا میشه اون یکی میشه این فلا، اینا رو ولش کنید حالا علمی حرف بزنیم، کربن در کربن مونوکسید برانگیخته نمیشه، در بقیه ترکیبات برانگیخته میشه. تو همه ترکیبات عالی کربن برانگیخته است، اینجا برانگیخته نمیشه. درست شد؟ خب خیلی چیزا الان ابهامش برطرف میشه. من مثال بزنم، مثلا برفرض ما اومدیم گفتیم که به شما در قسمت‌های قبل گفتیم به عنوان مثال آقا کلور گروه 17 است، ظرفیت‌هاش 1, 3, 5, 7. اینا کجا آوردیم؟ نگاه کنید لایه ظرفیت کلور چنده؟ 3s2 3p5. اوربیتالاشو بکشیم، اوربیتالا رو بکشیم، خیلی جالب نگاه کنید، نگاه کنید، اینم پی، اینم اصل این طرد پاولی و این هم اصل جناب هوند. درست شد؟ خب الان کلور به شما ظرفیتی یکشو نشون میده، اینها کلور ظرفیتی یکو نشون میده، کو ظرفیت سهش؟ یا به عبارت دیگری آیا کلور برانگیخته میشه یا نمیشه؟ کلور برانگیخته میشه یا نمیشه؟ اگر برانگیخته نمیشه خب ظرفیت 3 و 5 و 7ش کو؟ اگر برانگیخته میشه خب چجوری برانگیخته میشه؟ به نظر شما چگونه همچی چیزی امکان پذیره که کلور؟ مگه نگفتیم انتقال از یک اوربیتال پر، اوربیتال پر داره، اوربیتال خالیش کو؟ اما غافل از این که کلور در زیلایه چندم سومه، شما یک سدی صفر دارید. این که سدیش که بعد 4s باید پر بشه، بله، اما سدی مال لایه سوم هست یا نیست؟ مگه خودتون نمیگید سدی مال لایه سومه؟ آقا نوبت، بله نوبت پر شدنش بعده، چون نوبت پر شدنش وقتی الکترون داره، این که الکترون ندارن که. یعنی شما سدیتون خالی است، دقت بفرمایید، سدی خالیه، این سدی خالیتون. حالا میتونید الکترون ها رو دونه دونه منتقل کنید. نگاه کنید، این ظرفیت یک، من اگه اینو اینجا وردارم ببرم بذارم اینجا، سه تا تک دارم، میشه ظرفیت سه. اگر اینو اینجا وردارم ببرم بذارم اینجا، میشه ظرفیت پنج. دقت بفرمایید، اینم اگر از اینجا وردارم ببرم بذارم اینجا، میشه ظرفیت 7. پس کلور برانگیخته میشه و ظرفیت‌های 3 5 7 رو به شما خواهد داد. یه برانگیختگی بزنه 3 رو میده، دو تا برانگیختگی 5، سه تا برانگیختگی 7. به همین خاطره که شما میگید کلور، بروم، یود ظرفیت‌های 1 3 5 7 دارن. تو بخش فرمول نویسی حساب کردیم با اون عددهامون. ولی فلور میگیم همیشه یکه. نگاه کنید بچه ها، فلور یکه، مگه اف 9 نیست؟ بله، رسمش کنیم میشه 1s2 2s2 2p5. خیلی خوب، این هم فلورمون، این 2smون و این هم 2pمون. آیا فلور امکان برانگیختگی دارد؟ خیر. چرا؟ چون من لایه خالی ندارم که. کوزی لایه خالی؟ آقا دی چی میشه؟ من دو دی ندارم که، من دو دی ندارم که بچه ها، دو دی که وجود نداره که. اینجا چرا این کار رو کنیم؟ خب سه دی داریم، اونجا دو دی نداریم که. چون دو دی نداریم پس فلور امکان برانگیختگی ندارد، پس فلور بیش از یک ظرفیت ندارد، در حالی که کلور و بروم و یود دسترسی به زیرلایه های دی خالیشون دارن، پس میتونن برانگیخته بشن. دقت میفرمایید، میتونن اینا
برانگیخته بشن و قسمت‌های بعد رو ایجاد بکنن. فلور نمیتونه، اینها میتونن. حالا موارد این چنینی خیلی زیاده که میشه روش کار کرد و بحث کرد و اینجا به قول معروف پرانتز رو میبندیم که اینا توضیحش برای این بود که شما متوجه بشید که کربن برانگیختگیش یعنی چی. عرض کنم که در کربن مونوکسید برانگیخته نمیشه، خواستیم اینو بازش بکنیم و کاملا مفهوم بشه حرفی که میزنیم. حالا بعد بیایم در ادامهش آنیون کاتیون رو بررسی کنیم، اکتیت نیتروژن رو بررسی کنیم، خارج از اکتت رو بگیم، مخصوصا در خارج از اکتت که بسیار 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 این قضیه که الان گفتم به عنوان برانگیختگی و اینا پرکاربرد و راحت میکنه کار شما رو. دیگه نیازی به این ندارید که دائما بخواید حفظ بکنید یا بخواید مثلا استدلالای عجیب و غریب بگید یا بگید اینو استثنایی در کانیس، همش قوانین روشنی داره. اون چهار تا چیزی که گوشه یه تخته نوشتم، من رسم ساختار سی او رو توضیح دادم، یه پرانتز خیلی بزرگی هم باز کردیم، کل راجبش توضیح دادیم. حالا اگر باز سوالی راجبش پیش اومد لطفاً در کلاس بپرسید که مثلا چیه، مطمئن نه خیلی دیگه گسترده، چون خیلی بیشتر از این شاید نشه توضیح داد براتون. الان میخوام برم سراغ اکسیدهایی که نیتروژن دارن یا نیتروژن یا اکسیدهای نیتروژن رو بررسی کنیم و بعد در دنبالش رزم آنیون کاتیون خارج از اکتت که بتونیم ساختار لوئیس رو جمع جور بکنیم. اما در مورد اکسیدهای نیتروژن ملاحظه میفرمایید که من 8 تاش رو پای تخته نوشتم، شروع میکنم به رسم کردن. خب نیتروژن اینجا اتم مرکزی است، بسم الله این نیتروژنمون. خب یه ذره من نیتروژن رو بیارم پایین تر یه کوچولو، چون همیسی بالاش رسم کنیم نره تو در و دیوار تخته. این نیتروژنمون، خب یه دونه او وصل میشه اول با پیوند دوگانه. یادتون باشه اولویت اول با پیوند کووالانسی یگانه، دوگانه، سگانه است. اگر نتونستیم سراغ داتیو میریم، اینو هیچ وقت فراموش نکنید. اول اولویت پیوند کووالانسی. بسیار خوب، میایم یک پیوند کووالانسی بین ان و او. خب اوی دوم نمیتونه، اوی دومه نمیتونه بیاد با اون ان پیوند دوگانه بده، خب تک نداره. چه اتفاقی پیش میاد؟ اکسیژن جمع میشه، جمع شدگی که توی قسمت قبل گفتم، جمع شدگی اتفاق میفته و میاد با این او داتیو میکنه. پس این ان با یه او داتیو داره و با یه او هم چی؟ دوگانه. یه تک الکترون هم اینجا ملاحظه میکنید، یعنی به عبارتی NO2 روی اتم مرکزیش تک الکترونه. به چنین ترکیباتی میگن رادیکال. پس رادیکال به یک ترکیبی گفته میشه که روش الکترون تک یا یه دونه تک نقطه داره دیده میشه تو ساختار لوئیسش، که فعالیت شیمیایی بالایی دارند و ناپایدارند. این میشه NO2. خب NO4 چی میشه؟ من اول میام NO رو رسم میکنم، بعد اون دوتا رو خواهید دید چه اتفاقی پیش میاد. خیلی خوب، NO رو رسم کنیم، این N و یک O به این وصله. ملاحظه میفرمایید که NO هم یک رادیکاله، پس NO رادیکاله، NO2 هم رادیکاله. خب NO4 چجوری ساخته میشه به نظر شما؟ اگر دو تا NO2 رو به هم بچسبانید، خب ببینید NO2 مگه یه تک نداشت؟ یه NO2 دیگه هم که خب اونم یه تک داره، میاد دو تا تکشون به هم وصل میشه و به شما NO4 میده. یعنی از اتصال دو تا رادیکال ایجاد میشه. دقت بفرمایید، من این شکلی میکشمش، این میشه N یه دوگانه با O، یک تک الکترون، این هم اون یکی NO داتیوش و یه دوگانش. دو تا NO رو به هم دیگه چیکار کردیم؟ NO2 رو به هم وصل کردیم، شده N2O4. پس از اتصال دو تا رادیکال NO2. خب اما NO و N2O2 ملاحظه کنید، اگر دو تا NO رو به هم وصل کنیم، دو تا NO به هم متصل بشه، من دو تا NO رو به هم وصل میکنم. بسیار خوب، این دقت کنید، این یه دونه NO و این هم NO کناریش،
میشه اندو اودو. پس اگر دو تا ان اودو رو به هم وصل کنم میشه ان دو او چهار. رادیکال دیگه تک دارم، میتونه تکاشو به هم وصل بشه. اگر دو تا ان او رو وصل کنید خواهد شد ان دو او دو. حالا ان دو او سر یه نگاه کنید، اگر این دو تا رادیکال رو به هم وصل کنید، یعنی یه رادیکال ان او دو به یه رادیکال ان او وصل بشه، به شما ان دو او سه خواهد داد. بسیار خوب، اینو رسمش میکنم. پس من یه رادیکال ان او دو، این رادیکال ان او دو مون، این رادیکال ان او دومون، یه ان او بهش وصل کنید، اینم یه دونه ان اومون. ملاحظه میفرمایید که میشه ان دو او سه. پس ان او دو رادیکاله، ان او رادیکاله. اگه دوتا ان او دو رو وصل کنید میشه ان دو او چار. دوتا ان او رو وصل کنید به هم میشه ان دو او دو. یه ان او دو یه ان او رو به هم وصل کنید میشه ان دو او سه. بسیار خوب، ان دو او پنج چجوری رسم میشه؟ دقت کنید، کافیه شما این دوتا رادیکال رو، دوتا رادیکال ان او دو رو با یک پل اکسیژن به هم وصل کنید، یا به عبارت این وسط یه اکسیژن بذارید. باز دوباره دوتا رادیکال میخوام به هم وصل بشن، این دفعه یه اکسیژن میاد وسط میشینه. پس بنابراین میشود، دقت، این میشه این یه اکسیژن وسط قرار میگیره به این صورت و یک NO2 هم این سمت. پس یه NO2 دوباره به یه NO2 متصل میشه و یه اکسیژن اون وسط به عنوان پل قرار میگیره، یا دیگه اینجوری به هم مستقیم وصل نمیشن، از طریق دو تا دست یک اکسیژن به هم دیگه وصل میشن. خب اما در مورد اندو او، خب اندو او رو شما یه اندو رسم بفرمایید. الان یک اوی میخواد به اینا بیاد وصل بشه. خب آیا اکسیژن به همین صورتی که هست میتونه بیاد به این وصل بشه؟ باز هم نه، چون او دو تا تک داره و اینجا اصلا محلی برای اتصال تک وجود نداره. پس باز هم فرایند جمع شدگی، اکسیژن جمع میشه، اوربیتال خالی یا فضای خالی ایجاد میکنه و میاد با این پیوند چی میده؟ پیوند داتیو اندو او. خب اما ان او سه یه بار منفی، باید وارد قسمت رسم آنیون کاتیون بشیم. توضیح خواهم داد که آنیون ها و کاتیون ها رو چجوری رسم میکنن و معلوم میشه اون وقت ان او سه یه بار منفی، ان او دو یه بار منفی یا بقیه آنیون ها چطوری رسم میشن، اینو هم یاد خواهیم گرفت. فعلا تا همینجا فکر میکنم که کافیه. دو تا سرفصل از این قسمت میمونه، آنیون کاتیونمون و خارج از اوکتت، که ایشالا اینو میذاریم برای بعدن. در پناه خدا باشید، فعلا خدا نگهدارتون.